Pas de rôle, quoi. Bon, arz-ı salam ve takdim-i iradet huzur-i şuma binandıgan arşmand. Bo nahayet-i sepas az hameyi muhabbet-hay şuma ve himayet-hay şuma, teşvik-hay şuma. İn barnama ro be nam-ı Khuda ve be nam-ı nami Resul-i Ekrem teşrifen bi ağaz mikonim. و امیدواریم که همه شما عزیزان و نور چشمان پیوسته در تحت حمایت حضرت حق باشید. برای من نهایت افتخار است که قادر باشم این خدمت ناچیز رو در راه رضای خدا به درگاه کبریایی او تقدیم کنم و از شما مردم بخواهم که در ایجاد اتحاد و حمایت متقابل و معارفه عقاید و نظریات کوشا باشیم همه با هم و انشاءالله به حول و قوت الهی این بیگانگی و این عداوت ها و این ضعیف بودن ها و جدا بودن ها بتواند که درمان بشود و ما هم لیاقت اتحاد و اشتراک پیدا بکنیم و بتوانیم که در سایه اتحاد و اتفاق به آزادی و آزادگی برسیم و حقوقی رو که خدا برای ما معین کرده و به ما عنایت کرده لیاقت پیدا کنیم که اون حقوق رو به دست بیاوریم. گاهگاه در برنامه های آموزش قرآن به مواردی برمیخوریم که ممکن است شنبه خاص سیاسی پیدا بکند یا فرد یا افراد معینی اشاره بشود که همه اینها در اطاعت و اتباع از سیاست آموزشی قرآن است و اگر لازم می آید که در جایی ما به موضوعات قرآنی اشاره بکنیم و شاهدی برای این کار داشته باشیم و تسهیل مطلب اقتضا می کند که برای تسهیل مطلب ما از شخص نام ببریم، از این کار هم ابایی نداریم و در پیروی و تبعیت از قرآن که خداوند استحیا نمی کند از آوردن و ضرب مثال های بزرگ و کوچک، اونهایی که ایمان دارند از اینها می آموزند، اونهایی هم که ایمان ندارند به تمسخر و استهزا می پردازند. موضوع مهم دیگری که جا دارد که از همه شما عزیزان من سپاسگو باشم و شکر نعمت حق رو با تشکر از شما انجام بدهم، تشریف فرمایی شما و بودن شما در برنامه هاست که حضور گرم همه شما احساس میشه و این واقعا یک توفیقی است برای من که بتوانم که بیشتر از پیشتر با اتکای به حمایت‌های شما به این کار مشکل و طاقت فرسا ادامه بدم. مطلبی که در اینجا من لازم می‌دانم که به شما عزیزان تذکر بدم، نیاز مفرط این شبکه به حمایت شماست و اگر که این برنامه ها مورد قبول و به نظر شما عزیزان مورد استفاده قرار می گیرد و فایده‌ای و منفعتی در اون می بینید، من تصور می کنم که شاید که نوعاً ما بدهی داشته باشیم به خدا که وسیله ادامه این برنامه ها رو بیشتر فراهم بکن و ما
برای هر گونه مساعدت در این راه که با اشتراک مساعدات بتوانیم که این اشکالات بزرگ رو برطرف کنیم. اشکالات مالی داریم ما، اشکالات شدید مالی، و بسیاری از کارهای ما رو معوق کرده و روز به روز هم در این مسیر از نظر امکانات مالی عقبتر میریم و ضعیفتر میشیم. برای کسانی که امکانات اونها اجازه میده دعوت میکنیم که با ما همکاری کنند، به ما کمک کنند و اجازه بدهند که این بار سنگین سالم به مقصد حمل بشود. و در حالی که دشمنان ما از امکانات بی اندازه برخوردار هستند، ما چشم امیدمون به خدا و یاران خداست و کسانی که ما رو سودمند میدانند به این برنامه کمک کنند. به من نه، البته من احتیاج به کمک هیچ کس ندارم، ولی برای کسانی که معتقد هستند این راه درستی است به ما کمک کنند و بگذارند که این مسیر راحت‌تر و بهتر و مؤثرتر طی بشه. در ساعت‌های گذشته در ارتباط با موضوع قانون و انحصار پایه‌های قانون یا انحصار قانون اساسی، نسب قانون اساسی، حالا لغت قانون و اساسی، من فکر می‌کنم که از نظر حقوقی شاید زیاد هم درست نباشد، ولی به هر حال مصطلح شده و اینطور استفاده میکنم. ما باید بگوییم که اساسنامه تشکیل و یا به بیان دیگه اسکلت ساختمان قرآن یا اسکلت ساختمان دین توحیدی، ما چون به یک اسکلت اشاره میکنیم، به یک چارچوب اشاره میکنیم، اون چارچوب شاید اسمش اساسنامه باشه، شاید هم قانون اساسی باشه، ولی یک تفاوتی که با قانون داره اینه که قانون اساسی ترازوی قانونه، اینطور خلاصش بکنیم که بتونیم به بحثمون برسیم. قانون نیست اما ترازوی قانونه، قانون رو با اون اندازه میگیرن. قرآن بهترین تعریفی که میشه براش کرد این است که قرآن ترازوی قانونه و این با گفته خود قرآن نزدیکترینه، چون خود قرآن هم به خودش میگوید میزان، و میزانی است که یکی از خاصیت‌های اون میزان یا ترازو خاصیت فرقانی اوست. یعنی در این میزان یا در این ترازو شما چیزها رو هم از نظر وزن و یا مقدار اندازه میگیرید، یعنی اندازه های کمی چیزها رو معین میکند، و یا اندازه های کیفی و چگونگی چیزها رو معین میکند. دارای میزان فرقانی است، هم میزانی است که توزین میکند، وزن رو نشان میدهد، کمیت رو نشان میدهد، و هم این که فرقانی است و کیفیت رو نشان میدهد. و چیزی که ما برای زمان خودمون شاید به این واژه میزانی قرآن باید اضافه کنیم میزان قانونی است، چون ما با واژه قانون بیشتر خو داریم و عادت داریم تا اینکه آدم‌های 1500 سال پیش. اون وقت هم همین معنی رو میداده، میزان یعنی میزان قانون شناسی، میزان قانونی یعنی قانون اساسی یا اساسنامه. قوانینی که چارچوب‌ها رو می‌سازه، ارزش‌ها رو می‌سازه، حق و مسئولیت رو معین میکنه. یعنی شما به یک اسکلت ساختمانی که نگاه میکنید جلو برید دست بزنید که جنس این اسکلت چیه، مثلا اکثرا فلزیه دیگه،
وقتی که به قرآن مراجعه میکنید که این اسکلت قرآنی که ساخته، جنس این اسکلت، جنس این شالوده چیه؟ میبینیم که جنسش بر مبنای یک پدیده است به نام عدالت. یعنی جنس این فلز، جنس این ساختمان، یعنی چی هستش؟ با چی میسازن اساسنامه قرآن رو؟ یعنی با عدالت میسازن. یعنی اون مادهش، چوبش، فلزش، چارچوبش، فنرش، اون چیزی که ساختن اسمش عدالت. اون وقت میگوییم که عدالت یعنی چی؟ این همه صحبت شده راجع به عدالت. ما هنوز تعریف خوبی برای عدالت شاید هم داشته باشیم، من خبر ندارم، یا اینقدر طولانی است که به یاد آدم نمیمونه، ولی عدالت خیلی 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 چیز ساده ای. رسیدن به عدالت خیلی 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 مشکله، ولی خود مفهوم عدالت خیلی خیلی ساده است. عدالت یعنی برابری حق و مسئولیت در بعد فرعی و فردی در یک جامعه و برابری امکان و نیاز در حد اجتماعی در یک جامعه. یک بار دیگر عرض میکنم که عبادت عدالت عبارت است از برابری حق و مسئولیت در یک جامعه بین افراد اون جامعه. یعنی حق هر کسی در جامعه برابر باشه با مسئولیت اون شخص در همون جامعه. این میشه عدالت در حد فردی. اما در سطح اجتماعی عدالت یعنی توازن و تعادل بین نیاز و بین امکان. در واقع اون چیزی رو که در سطح فردی ما بهش حق و مسئولیت میگیم، که ما در هر جامعه زندگی میکنیم یک حقی داریم، حق فرد من، من فردن یک حقی دارم، فرد من یک مسئولیتی هم دارم، فرد من، به این لحاظ عرض میکنم که فردی است. اما این فرد در مقابل جامعه قرار داره. حق من بدهی جامعه است، حق من بدهی جامعه است، نیاز من، حق من، حقی که باید به من برسه، جامعه این حق رو به من بدهکاره، و من در مقابل این حقی که دارم یک مسئولیتی هم دارم. این مسئولیت رو جامعه از من طلبکاره. یعنی من یه کارهایی باید بکنم منافعش رو بدم به جامعه، جامعه هم یه کارهایی باید بکند منافعش رو بدهد به من. طرف من جامعه است، من فرد هستم ولی طرف من جامعه است. رابطه این فرد با جامعه در این است که حق من با مسئولیت من باید برابر باشه. در حد فردی تمام میشه تعریف به همین جا. اما تعریف حق این است که در ارتباط با جامعه حق معین می شود. من اگه تنها بشری خدا بودم که حق و مسئولیت معنی نداشت. حق من بدهیش جامعه است، با جامعه است. یعنی جامعه به من بدهکاره که به من بدهد که این حق من تأمین و محقق بشود. در مقابل این حقی که من دارم، طلبی که من دارم از جامعه، یک مسئولیتی هم من دارم، یک بدهی هم دارم. حق یعنی طلب، مسئولیت یعنی بدهی در فرد. به کی؟ به جامعه. من حق دارم
پس جامعه به من بده کار، من مسئولیت دارم، پس من به جامعه بده کارم، جامعه از من طلب کار. این میشه عدالت. در سطح اجتماعی، یعنی از اون طرف اگر نگاه بکنیم، حالا از دید فرد نگاه میکنیم به جامعه، حالا اگر از جامعه نگاه کنیم به فرد، این حق و مسئولیت نامش عوض میشه، نامش میشه امکان و نیاز. اون چی که گفتیم قبلا اسمش میشه مسئولیت، اون تغییر پیدا میکنه، اسمش میشه امکان. اون چیزی که گفتیم حقه عوض میشه اسمش و میشه نیاز. اگر اینها رو با هم ترکیب بکنیم در سطح فرد و جامعه، معنی کاملتر عدالت این میشود که عدالت عبارت است از برابری حق به اضافه نیاز، برابر باشد با مسئولیت به اضافه امکان. حق و مسئولیت و نیاز و امکان، این چهارتا در سطح یک جامعه عدالت به این معناست که باید یک معادله‌ای برقرار بشود بین فرد و جامعه. معادله رو می نویسیم: حق به اضافه نیاز مساوی با مسئولیت به اضافه امکان. یعنی اینا رو میشه اون وقت منهاش کرد، جا به جا کرد، علامتش رو عوض کرد، هر کاری دیگه بخواید بکنید با این فرمول میتونید انجام بدید. من یک امکاناتی دارم، رو 10 جفت کفش تولید میکنم، 1 جفتش رو خودم مصرف میکنم، 9 جفتش زیادیست تولید میکنم، امکان من. من اون 9 جفت کفش رو که امکان من هست به جامعه بده کارم. امکان من مسئولیت من است، یعنی من مسئولیت دارم که 9 جفت کفش به جامعه بدم. در مقابل من 1 قرص نان هم لازم دارم که زنده بمانم، این نیاز من است، این حق من است. یعنی من دارای نیاز هستم و دارای حق هستم و جامعه به من بدهکاره که نیاز من رو تأمین کنه، 1 قرص به من بده. این رابطه توازن و تعادلی که بین حق و مسئولیت، امکان و نیاز در جامعه وجود داره، عدالت نام داره. قانون اساسی یا اساسنامه قرآن یک بناییست، یک اسکلتیست. روی این اسکلت گچ و چوب و عرض کنم حضورتون که کارهای تزیینی و اینا هیچ کدامش نیست، فقط همین اسکلت اساسنامه. یک خاصیتی هم، خاصیتش همین است که در داخل این ساختمان برای این ساخته شده که از این ساختمان به عنوان ترازوی میزان و فرقان استفاده بشه. این یک ساختمانی است که در این ساختمان بین نیاز و امکان، بین حق و مسئولیت برابری ایجاد میکنه. این قرآن کارش در پایه و در اصول همینه. وقت بعدا این ساختمان نوعای مختلف ساخته میشه، 8 طبقه میشه، 2 طبقه میشه، 1 طبقه میشه، دیوارش سیمانی میشه، چوبی میشه، هر چیم دیگه تغییراتی که میدن اونا دیگه به خود بشر مربوطه، هر کاریش میخواد بکنه، اون اصل رو رعایت بکنه که حق و مسئولیت، امکان و نیاز، اینها باید با هم برابر باشه. قرآن میگوید من اون ترازو هستم، من اون میزان هستم که هم وزن رو اندازه میگیرم، مقدار رو اندازه میگیرم، کمیت رو اندازه میگیرم، هم کیفیت رو و چگونگی رو و شرایط رو. ما در داخل این چارچوب مجاز هستیم
که از طریق شورا وضع قانون کنیم. ولی ما نمیتوانیم، اجازه نمیده قرآن به ما که ما اساسنامه تهیه بکنیم. یعنی این اسکلت رو ما اگر عوض بکنیم دیگه قرآنی نیست. میتونیم هر کاری میخوایم بکنیم، بشر آزاده دیگه، هر کاری بکنیم. این چهارچوب ها رو اگر عوض کردید، چون عدالت رو به هم میریزه، دیگه عدالتی نیست، بنابراین دیگه قرآنی نیست، دیگه اسلامی نیست، دیگه توحیدی نیست، همه چی به هم میخوره. در چند آیه، شاید 6 یا 7 آیه‌ای که در ساعات گذشته تقدیم حضور شما شد، گفته شد که کسانی که به این اسکلت تداخل وارد میکنند و اخلال میکنند در این ساختمان، اسکلت ساختمانی اسلام، اساسنامه اسلام، و اونجا به ترازو دست برد میزنند، وزنه ها رو عوض میکنند، اون کارها که میشه قرآن اونها رو منع میکنه. یکی از این کارهای مهم که میتواند که اون اسکلت رو عوض بکند، یک اسکلت دیگه ای تولید بکند که اصلا ربطی به قرآن و اسلام و اون اسکلت ندارد، این است که اگر که ما موضوع تحریم، یعنی حرام کردن، و موضوع تحلیل، یعنی حلال کردن، اینها را اگر جا به جا بکنیم و پایه های اینها هم جا به جا بشه، قرآن و اسلام همه اینها عوض میشه. اون قسمت حساس رو قرآن اشاره میکنه، اون جای حساسی است که میگوید اونجا نرو، اونجا رو تغییر نده. موضوعات حلال و حرام، مجاز و غیر مجاز طور بگیم، در قرآن روی یک پایه هایی ساخته شده که اگر اون پایه ها رو عوض بکنیم اسلام عوض میشه، اگر این شاخه های اون پایه ها رو عوض بکنیم، شاخه های جدید روی اون پایه های قدیم کار نمی کنه، به هم جفت نمیشن، استاندارد هاشون فرق میکنه و اون عدالتی که در قرآن وعده میده انجام نمیشه. بنابراین ما وقتی که شروع به نصب قانون میکنیم، قانون در شورا باید باشه، اولا باید مراقب باشیم که آیا ما در این قانون تابع این ترازوی توزیعی هستیم یا نیستیم، آیا این نقشه‌ای که برای داخل این اسکلت کشیدیم تو این اسکلت جا میگیره، تو این اسکلت کار میکنه، تو این اسکلت بنا میشه، برای این کار ساخته شده یا نه. سوالاتی است که باید به ما خودمون به خودمون، قرآن میگوید که شما باید دقت بکنید که مثلا من اگر که گوشت رو، یه گوشتی رو حلال کردم، یه گوشتی رو حرام کردم، اینجور نیست که آره شما بگید خب این خوک رو حرام کرده، منم خروس رو حرام میکنم، بوقلمون رو آزاد میکنم، کلاغ رو آزاد میکنم، گنجش رو ممنوع میکنم، بالاخره اینا پرندن دیگه، منم قانون میذارم کنار قانون خدا. میگه ببین پایه های قانون، قانون رو میسازه، قانون معلول پایه های قانونه، پایه های قانون رو قرآن میسازه. به عنوان مثال در همین موضوع حلال و حرام، موضوع گوشت و خوراک و اینها تمام، میگوید که قرآن یک قانون اساسی داره، راجع به اسکلت ها رو صحبت میکنیم، خوراکی که برای شما مضر باشه، چه برای تن شما چه برای جان شما، این خوراک حرام، تمام شد. اصلا قرآن دیگه هیچ حکم اصلی راجع به این موضوع نداره، بقیه حکماش همه متشابهه. حکم اصلی اینه که شما طعامی رو باید بخورید، اگه میخواید، خدا میگه به حرف من گوش میدید، طعامی رو برای شما آزاد کردم، برای تو طعامی رو آزاد کردم که دارای خاصیت باشه و سالم باشه، سالم باشه، بهداشتی باشه، مقوی باشه، مغذی باشه، برای این اون غذا حلاله، جز این هر غذایی باشه حرامه. قرآن کاملا بیس خودش رو، چارچوب خودش رو معین کرد. این از نظر اینکه سلامت جسمانی به تو بده،
از نظر اینکه سلامت روانی و جانی به تو بده، میگوید که این نباید نذر بت شده باشه، نباید نذر سنگ و گرگ و آسمون و ابر و چی و اینها شده باشه که قدیم میشده، نباید که این نذر انسان بوده باشه، فقط میتواند که نذر خدا بشود یا برای مصرف خوراک تو باشد. و در هر حال شما بایستی که اسم خدا رو در این کشتار فراموش نکنید، و اگر هم قرار نذر بشه باید نذر خدا بشه. تمام شد دیگه، میگه چیز دیگری نداره. حالا شما نگاه میکنید که قانون مصرف طعام روی دو استوانه ایستاده، سلامت تن و سلامت روان. هر خوراکی که این دوتا سلامتی رو تأمین بکنه، سلامت روان اینه که شما یه چیزی رو میدزدید میگید خب حلال بوده، ذبح اسلامی رو میشه دزدید، حلال دیگه؟ نه حلال نیست. چرا؟ برای اینکه به جسم شما ممکنه مفید باشه ولی برای جان شما مضر. بحث ما الان اون نبود، فقط خواستم به عنوان جمله معترضه عرض بکنم که در تغییر دادن معلولات قانون مربوط به اسکلت و چارچوب قانون اساسی قرآن، تغییر اون معلول ها در قرآن ممنوعه. شما اگر در تابعیت از علت هر نوع قانون گذاری در شورا بکنید اسلام میپذیره. یعنی شما بگید من ترازوی قرآن رو در اندازه‌گیری سلامت غذا برای جسم و ترازوی قرآن رو برای اندازه‌گیری سلامت طعام برای جان خواندم، فهمیدم و قوانینی که وضع میکنم در انطباق با این هاست، وقت شما مجازید در شورا قانون وضع کنید. ولی اگر که از این مرحله پایین آمدید، مثل همین مثال هایی که قرآنی زد که مثلا این گوساله اگه مرده بود تو شکم مادرش مال زن هاست، اگه زنده به دنیا آمد مال مرد هاست، مزخرفاتی نظیر این رو که درست هم کرده بودن دیگه در زمان قدیم، اینها رو قرآن میگوید که عملی که این کار انجام میشود، پا گذاشتن و تعقیب کردن و پا به پا رفتن و جای قدم های شیطان قدم قرار دادن و در واقع سنت و مسیر شیطان رو دنبال کردن و در نتیجه تبدیل و تجانس شخص است که جنس او جنس شیطان می شود، اصلا خود شیطان می شود. یعنی در واقع شیطان سازی و ایجاد شیطان رو در این مباحث قرآنی به صورت بسیار ظریف و دقیق مطرح میکنه و میگوید مراقب باش. اولا که در جامعه بی قانون نمیتونی زندگی بکنی، باید وضع قانون بکنی، ولی حواست رو جمع بکنی که شورایی که قانون میسازه قانونش با این قوانین خدا استکاک پیدا نکنه. به اصول قانون دست نزنید، پایه های قانون، علت های قانون، با معلول قانون کار داشته باشید و اصل عدالت رو رعایت بکنید که همیشه شما بایستی که داده هات با گرفته هات با هم برابر باشه، حق و مسئولیت، نیاز و امکان، اینها همه باید با هم دیگه در تمام موارد با هم برابر باشه. و بعد قرآن این مثال هایی که میزند ما رو به فکر فرو میبرد که ما نگاه میکنیم که تمام مظالمی که در دنیا می شود، تمام ظلمی که در بشریت انجام می شود تابع یک قانون واحد و یک علت واحد بیشتر نیست. یک جایی در ریشه این اختلال ها در جامعه بشر که نگاه می کنید می بینید یک جایی قانون اساسی قرآن به هم ریخته، یک جاییش که ما متوجه نبودیم یا بودیم به هم ریخته و جامعه هم به هم ریخته، میگوید اون کار رو نکنید. شما اگر نگاه بکنید امروز به موضوع سیاسی حکومت، حاکمیت در قرآن، شما ملاحظه بکنید که تقریبا از این 1.5 میلیارد مسلمانی که در دنیا هست، میخوام عرض بکنم که تقریبا بدون استثناء، البته در ضرایب مختلف، این جمعیت وسیع مسلمان همه اینا مستعمره یا دولت‌های خارجی هستند یا دولت‌های داخلی، ولی مستعمره هستند.
و کسانی که اینها را استعمار کردند همه اینها بیشترشون مورد قبول مردم هستند. همین کسانی که خون مردم رو میخورن، گوشت مردم رو میخورن، به مال مردم خیانت میکنن، وسایل استعمار غرب رو بر شرق فراهم میکنن، این کارهاییست که این حکومت ها میکنن. ولی با این وجود میبینیم که اون مخالفتی که به عنوان مثال در یک کشور نیمه عقب افتاده ای مثل نیکاراگوا انجام میشه، در اونجاها انجام نمیشه. یعنی یک نوع تقدسی در فساد ایجاد شده که مردم تعظیم میکنن به اون فساد. چرا؟ میگن فساد الهیست، فساد مقدس. این مثلا در کشور عقب افتاده ای نیکاراگوا این وجود نداره و بلافاصله وقتی رئیس جمهورش کات خطایی میکنه محبوبم هست و اینها و خیلی دیگه داستان داره اون هم. ولی با این وجود مردم میرن تو خیابون و به زور مجبورش میکنن که عقیدهشو عوض بکنه. چرا؟ چون ریشه خدایی نداره، کار ریشه ملی مردمی داره. اما مال مسلمان ها چون ریشه خدایی داره و حکومت ها همشون نماینده خدا هستن، خیلی خیلی شهامت میخواد که با خدا بجنگ آدم، با قدرت خدای اونها رو عرض میکنن و قدرت های خدایی اونها رو انسان نادیده بگیر. تقریبا همه فسادی که در جهان وجود داره نتیجه همین ساختن حلال و حرام به وسیله افرادی که اجازه این کار رو ندارن در قرآن. یعنی ما حلال خدا رو حرام کردیم، حلال خدا حرام خدا رو حلال. این وضعی که در جامعه از به وجود نه فقط در قرآن و مسلمانان قرآنی بلکه در تمام اجزاء خلقت. در برنامه های قبلی مثال مسیحیت رو زدیم که مسیحیت هم با این دروغ، یک دروغ بزرگ، پاپ یا پاپ نماینده خداست، یک دروغ بیشتر نیستین، ولی همون یک دروغ. ببینید که چه کرده، چه سلطنتی برای او ساخته، چه مسکنتی برای بقیه مردم ساخته. به این لحاظ است که قرآن در مثالهای قرآنی که میزند و تقدیم میکند از ما مردم میخواهد که متوجه این مثالها باشیم، متوجه این تعاریف باشیم و ببینیم که دامنه این تعاریف تا کجا میتواند پیش برود و در علتیابی این کار ببینیم که تمام فجایع دنیا، تمام جنایت‌های دنیا، تمام فشارهایی که در دنیا، ظلمی که در دنیا انجام میشه نتیجه همین تداخلی است که در این سوی قضیه وارد شده. یعنی ما نصب قانون کردیم، گفتیم خدا کرده. و در این آیه ها به تفصیل قرآن وارد این بحث و گفتگو میشه. در آیه شماره 145 در قرآن میگوید که بگو که آنچه که به من وحی شده، کل آنچه که در مورد طعام به من وحی شده در ارتباط با طعام، چند تا چیز بیشتر نیست. یکی از اونها تحریم خوردن گوشت مردار، میته انسان یا حیوان یا هر چی، گوشت مرده. یکی درباره خون جهنده است که در این دو مورد توضیح مختصری دادم. و گوشت خوک برای مصرف بشر، گوشت خوک برای مصرف غیر بشر نمیدانیم. استفاده از اجزای بدن خوک برای غیر بشر یا برای بشر نمیدانیم، ممنوعیتی من نمیبینم. مثلا پوست خوک تا فکر میکنم که 400 درجه یا 500 درجه نمیسوزه و چربی که با قوک پوست هست خیلی دیر میسوزه. و میدانید که بدن آدم از چیزهایی رو که تولید نمیکنه اگر از بین بره، مثل دندان مثلا که دیگه تولید نمیکنه، حالا گفتن چند سالی که دارن کار میکنن شاید در آینده بکنه،
یکی از چیزهای بسیار خطرناک آره دندون مصنوعی میشه ساخت و اینا، پوست مصنوعی رو خیلی سخت میسازن، پوست اگه بسوزه این لایه رو رو عرض نمی کنم تاول میزن و بعد خوب میشه، قشر پوست رو تا برسه به گوشت اگر که اون بسوزه اون ساخته نمیشه دیگه، گوشت همینطور بیرون اوریان و در مقابل هوا قرار میده. کسانی که در آتش سوزی ها هستن تنشون میسوزه و اینها و اکثرا میمیرن از شدت جراحت و چرک و اینها، فقط خوک به داد اونها میرسه، یعنی پوست خوک رو اگر که به جای پوست آدم بخیه کنن به جاهای مختلفی که گوشت رفت، پوست رفته، گوشت اوریان شده، اون پوست کار پوست انسان رو میکنه، از دیگترین بافت پوست به بافت پوست انسان، بافت پوست خوک هست و قلب خوک نزدیکترین قلب به قلب آدمه و تا چند سال پیش خیلی مرسوم بود که خیلی آدم ها بود که قلبشون رو به جاش قلب خوک گذاشته بودن، بعد عوارضی گویا دیدن و اینها، حالا به هر حال از این نظر خیلی نزدیک به آدمه و شبیه آدمه، بسیار فواید زیاد داره، هم گوشتش برای مصارف صنعتی، هم پوستش و هم واکسنش و هم چیزهای دیگرش، مثل همین پوستش رو که استفاده میکنن چون پوستش خیلی دیر میسوزه و همینطور روغنی که از خوک درست میکنن برای زخم و اینها یکی از تنها داروهایی است که وجود داره در طبیعت که چون زود آب نمیشه ولی جلوی خوش شدن رو هم میگیره، یعنی شما اگر یک کمی چربی خوک روی یک ناحیه‌ای که پوستش بیرون، گوشتش بیرون افتاده قرار بدید، شاید مثلا 2 هفته، 3 هفته، 4 هفته طول میکشه که این چربی خوک رو که گذاشتید روی دستتون این آب بشه، آب نمیشه ولی چربی پس میده و باعث جلوگیری از خشکی میشه. منظور این که ملاهای ما از خوک فحش درست کردن، به یک کسی که ما میخواییم فحش بدیم میگه مثل خوک میمونه، بیچاره خوک، در صورتی که خوک چه بدی داره که یک آدم بد رو شبیه به خوک بیان میکنه، مثال میده این خیلی مثل خوک میمونه، نه نه نه، شما خودت لابود از خوک بدتری که به مردم این نسبت ها رو میدی. خوک بیچاره چرا اصلا باید شکل یه آدم گناهکار باشه؟ چه کرده مگه خوک؟ از خودش چه اراده ای داشته؟ کسیف کار فاضلاب رو میکرده، در جاهایی که فاضلاب ندارن خوک این کار رو انجام میده در زمان گذشته، اون خوک هم گفتن نخورید میکروب داری میمیرید. به محمد بگو در آنچه به من وحی شده است، خورنده طعامی که آن طعام را میخورد هیچ حرامی نمییابم در حکم خدا، مگر آنکه مردار باشد، خون ریخته شده باشد، گوشت خوک باشد که اینها همه پلیدند، و یا قربانی که از روی نافرمانی به هنگام ذبح نام خدا بر او نبرده شده است و غیر نام خدا بر او برده شده است. تمام شد. پس کسی که بدون سرکشی و زیاده خواهی به خوردن اون گوشت حرام مجبور و ناچار بشود و یا اینکه کسی که بدون سرکشی، بدون لجبازی، بدون شرارت و بدون اینکه زیاده خواهی بکند مجبور به خوردن اونها بشود، این حکم در مورد او انجام نمی شود. در برنامه قبلی توضیح مهمی که شما باید اون رو هم به خاطر بسپارید این است که شیوه قانون گذاری قرآن، هر کتابی یک شیوه و یک روش خاص خودش داره، شیوه قانون گذاری در قرآن که به ما می آموزد این است که معمولا در قوانین کلی، در قوانینی که شامل اکثریت مواد میشه،
حکم کلی صادر میکنه و در موارد جزئی استثنایی بر حکم رو قائل میشه و در موردش سخن میگوید. مثلا همه چیزها حلاله، میلیون ها چیز در دنیا هست، همه اینها رو حلال اعلام کرده، منهای چند مورد محدود که اونها رو به عنوان غیر حلال معرفی میکنه، که مردار هست، خون ریخته هست، خون گوشت خوک هست برای مصرف بشر، ذبح برای غیر از خدا و غیر از مصرف خوراکی هست، نذر غیر خدا کردن است و در واقع به نظر میرسی که در اینجا میگوید اگر ذبح رو به نام غیر خدا انجام بدهند حرام میشود. ممکن است که کسی به نام غیر خدا انجام ندهد ولی در این حال ذبح هم بکند و قصد او اصلا قصد ارتباط با خدا نباشد، نه با خدا لجبازی داره نه موافقت داره، داره اینو ذبح میکنه یه بعد هم مصرف بکنه، اصلا قصد دینی و قصد لجبازی و قصد دوستی و دشمنی نداره. به نظر میرسه که در این آیه اون نوع کشتار هم ممنوع نشده. آیه 145 نشان میده که اکثریت قریب به اتفاق چیزها خوردنش آزاده و پایه اون اسکلتی که عرض کردم در مورد قانون اساسی یا اساسنامه چگونگی مصرف طعام بر دو اصل استوار خوراکی شما باید بخورید که این خوراک سالم باشه از نظر جسمانی و عرض میکنم که این خوراکی که از نظر جسمانی سالمه از نظر روانی و جانی هم سالم باشه، یعنی هم روان شما رو تمیز نگه داره و هم جسم شما رو سالم نگه داره. این حکم کلی است که درباره این کار در قرآن داده شده و قرآن یه حکم دیگه ای نداره. شما ببینید که یک موضوع ساده رو که این همه طول و تفصیل داده شد و هی گفتن این نمیدونم گاو ماده است و اون گاو نره و این حامل است و اون حامله نیست و این بچهش زنده به دنیا میاد و مرده به دنیا میاد و نره و ماده است و چنین چمر رد کردیم که اصلا اینهایی که شما میگین همه اینها قوانینی نیست که خودتون اختراع کردید و به خدا نسبت دادید. نکنید این کار رو. چرا؟ برای اینکه این کار را اگر بکنید هم قدم شیطان میشید. هم قدم شیطان یعنی پیرو شیطان. پیرو شیطان به مناسبت مکانیسم خاصی که در آفرینش وجود داره، یعنی شیطان در وجود انسانه، بنابراین اگر انسان تابع شیطان بشود یعنی خط شیطان رو درست راه برود فاصله شیطان به انسان رو نداره، چون شیطان در اینجاست، شیطان در همون جاییست که خدا است، پشت روی یک سکه هستن، لازم نیست شما فاصله دور بروید تا به شیطان برسید. شما به محض اینکه روش شیطان رو اداپت بکنید، روش شیطان رو پی بگیرید، شیطان میشه، تمام میشه، خودش همینجا نشسته، کافیست فقط به حرفش گوش بدهید، به چشم، تمام شد دیگه. حالا در آیه 145 و آیات قبلیش به همین موضوع اشاره میکند که اگر شما چنین کنید تبدیل به شیطان میشوید و کسانی که چنین کردند بنابراین بر اساس این آیه قرآن که قرآن میگوید من صداقت دارم، راست میگویم و دروغ نمیگویم، که همین طور هم هست، همه کسانی که خلاف این کار کردن این به نام خدا قانون وضع کردن شیطان، به نام خدا قانون وضع کردن که یک بشر روی زمین همیشه این گاردین یا محافظ خانه خداست، که این چیزی در قرآن نیست، این قانون پس قانون بشره، نسبت به کلیت و پایه های قانونی قرآن این دروغ گفته شده، بنابراین دروغ گو شیطان است، تمام شد. همینطور ولایت فقیه، همینطور ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، رؤسای جمهوری یکی دوتا ستا چهارتا نیستن، ترازوی قرآن بیارید وسط، بدون فحش، بدون ناسزا، بدون زشگویی، بدون تهدید، منطق یک به یک اینها رو در ترازوی قرآن بذارید، هر کدامشان
نسبت به موضعی که داشتن به یک قانونی تکیه میکنن. اون قانونشون از اینها بگیرید ببینید اون قانون در قرآن هست یا نیست. اگر هست فرشته هستند، اگر نیست شیطان هستند، تمام شد. و تقریبا همه اینها شیطان هستند. هیچ فرشته ای در اینجا اینها تا کنون هیچ انسانی ندید. همشون شیطان هستند بدون استثنا. آیه 145 رو اتاق فرمان مثل همیشه لطف میکنند و من از سنت الله کریمی و سرکار حنیف سخی و فریدون فرخ و استاد مهدی ابتهی، استاد عبدالوحید احدزاده، خانم آقاسی و سنت الله کریمی یک سوال داشتم. اگر تو برنامه‌تون وقت داشتید جواب بدید. آیا در آخر زمان پیامبری از طرف خداوند برای در آخر زمان پیامبری از طرف خداوند برای نجات بشر فرستاده می شود یا نه؟ اگر فرستاده می شود آیا نمی شود؟ یکی کمی دربارش توضیح بدهید ممنون. خداوند متعال به شما عمر طولانی بدهد، از برنامه های خوب و عالی بی نقصتان استفاده میبریم. تشکر میکنم از این همه لطف و محبت شما و از این سوال بسیار مهمی که مطرح کردید. قبل از اینکه بازخوانی بکنیم اجازه بدهید که ما یک نگرش کوتاهی به سوره 145 که درباره آن صحبت شد با شما سخن میگویم و بلافاصله به پاسخ گفتن به این دوست گرامی خواهیم پرداخت. در آیه 145 که اتاق فرمان روی صفحه قرار دادن میگوید که این کامپیوتر ما سرماخوردگی عجیبی پیدا کرده. ما استودیوی ما برای اینکه دستگاه سالم بمانه سرد نگه می‌داریم و مثل اینکه این کامپیوتر ما دچار سینه پهلو شده. بله. بگو. لا اجیدو. بگو که من نمی‌یابم، پیدا نمی‌کنم. به پیامبر خدا می‌گوید بگو. و پیامبر هم میگوید خدا به من گفته است که به شما بگویم که بگو که نمی کنم اجیدو پیدا فی در ما آنچه کل اوحیه که وحی شده باست ایلیه. باریکالله داره خوب میشه کامپیوتر. بگو که بگویند که من گفتم که تو بگویی که ایشان گفته باشند. هر کی میشنوه باید به همه بگه. اولش هم بگی که گفتند به من که بگویم به تو که بگو که پیدا نمی کنم در کل آنچه به من وحی شده است. در آنچه به من وحی شده یعنی کل آنچه به من وحی شده. نمی بینم در اون چه که به من وحی شده ایلیه به من محرومن چیزی که حرام کرده باشد بر طعام خورنده طعام را. خب اگر که این قاری ما اینقدر تنبل بشه من خودم مجبورم بخونم که محرمن علا طائمن علا طائمن باریکالله. بعد که یطعمه بسیار خوب. خیلی خیلی تنبل شده که نمی بینم در اون چی که به من وحی شده است که حرام شده باشد طعام برای طعام خوار مگر
که ان ان یکون مگر آن که بوده باشد میتتن مردار او یا دمن مسفوحن خون جاری یا خون خارجی یا خون جهنده او و یا لحم گوشت خنزیر خوک و اینه پس به واقع ریجسون این یک کار نجس و کار کثافت هست که او یا فسقان یا فسق است. این کار کثافت، کار فاسق است. اوهیلا که اون کسی در واقع تقدیم کند یا واگذار کند یا نذر کند یا بدهد لغیری به غیر الله بهی به اون وسیله‌ای که به غیر الله یک چیزی رو تقدیم می‌کنند هر چیزی که باشه حالا در اینجا صحبت طعام موضوع هم مربوط به طعام میشه اما طعام میشه اما هر چیزی رو که تقدیم کنند به یک معبودی غیر از معبودی که الله بوده باشد اون کار یک کار فاسقانه و یک کار نجس و کثافت و متعفنه یعنی اون چیزی رو که نذر میکنند یک چیز نجس کثیفی است که ناشی از عمل فسق تلقی میشه اینقدر زشت دربارش گفت اما هر آن کس که کسی که اضطر ضرورت داشته باشد یا کسی که اضطرار داشته باشد یا کسی که اجبار داشته باشد غیر از کسی که باغین در واقع بغیه می کند و کسی که ابتغا می کند و میخواهد که این کار رو انجام بدهد میل دارد به انجام این عمل حرام کسی که ضرورت دارد و کسی که در غیر ضرورت مایل به تخلف از قانون نباشد و نه کسانی که تعدی می کنند به قانون خدا پس به واقع رب تو غفور است رحیم به طور خلاصه در این آیه پیامبر می گوید که خدا به من گفته است تشکر می کنم اتاق فرمان پیامبر می گوید خدا به من گفته است که من هیچ چیزی را حرام نکردم حالا شما های هی شاخ و برگ درست میکنید که این حرام اون چیه اون چه خدا میگه پیغمبر میگه خدا به من گفته است به شما هم بگم به همم بگم که من هیچ چیزی را حرام نکردم مگر چیزی که در آیه های دیگه میگوید برای شما مضر است طیب نیست خبیث است غذای خبیث رو برای شما حرام کردم همین و در تعریف خبیث میگوید طعام خبیث یکیش مردار هست که پر از میکروب و ویروس و کثافت و مرض و اینهاست یکی خون هست که از بدن خارج میشه هم مسمومه هم این که خون به علت این که مغذی ترین ماده غذایی دنیاست تمام باکتریایی رو که در هوا هستن همه رو جذب میکنه به خودش شما یک قطره خون قرمز رو روی میز روی کاغذ بگذارید 3 دقیقه بعد سیاه میشه مثل زغال یعنی در واقع خوراک تمام باکتریایی میشه که تمام موجودات ذره‌بینی میشه که در فضا قرار دارن دیگه نخورید اون رو مسمومه و یکی هم گوشت خوک برای مصرف
خوک خیلی خاصیت‌های مختلف داره، از خیلی از آدم‌ها بهتره، مفیدتره. خیلی آدم‌ها هستن به هیچ دردی نمی‌خورن جز اینکه برن زیر خاک، ولی خوک بیچاره اگر که خوک پرورش پیدا بکنه و برای این منظور به خصوص که بیشتر روی ترکیبات ژنتیک کار بکنن و پوست او رو شبیه‌تر به پوست انسان بکنن، الانش هم هست ولی یک مقداری از نظر ژنتیکی روش کار بکنن، یکی از بهترین داروهای جهان خواهد بود که اصلا چقدر جانها رو حفظ میکنه که پوست آدم رو اونجایی که گوشت میشه بیرون میاد و پوست از بین میره، نه بیرون پوست، همه پوست از بین، اونجا اگر که با الان هم میکنن این کارو، پوست خوک رو، یک خوکای مخصوصی هستن که روی بدنشون خیلی پشم کم داره و قابل این هست که تراشیده بشه و پاک بشه، این خوکای هم معمولی رو هم همون کارو میکنن. اون رو وقتی که اگه تازه باشه، خشک نشده باشه، اون پوست رو اگر که به جای روی گوشت بگذارن با پوست دورش بخیه بزنن، 90% باقی میمونه و البته اشکالاتی پیدا میشه در تغذیه این پوست تا وصف بشه اعصابش با اعصاب گوشت زیرش، بعضی وقتا وصف میشه بعضی وقتا نمیشه. گوشت خوک برای مصرف، خون خارج از بدن و میته یا لاشه، لاشه حیوان یا لاشه انسان تفاوت نمی کن، اینها گفت اینها فقط حرامه. و وقتی که و این نجسون کسی بسقان چیزی رو نذر میکنه که ببخشه و بده غیر از خدا، که البته به خدا که چیزی میدی در راه خدا میدی و غیر از راه خدا چیزی، اگر کسی نذر کسی بکنه که اون نذر شونده خدا نباشه، اون هم نجسه. پس یکی لاشه هست، یکی خون هست بیرون از بدن، یکی گوشت خوک هست و یکی حیواناتی است که به این نیت کشته شد، کشته شد که به یک نذر آدم بکنن، نذر غیر خدا بکنن. 2 تا 3 تا 4 تا بار دیگه. و غیر از این 4 تا میگه حکم دیگه ای نیست. یک حکم دیگه ای که مشروطاً ممکنه اضافه بشه این است که شخص مضطر بشه و ناچار بشه که بین مردن و بین خوردن یکی رو باید انتخاب بکنه. اینو میگیم ناچار، اینو میگیم مضطر، که بخورد یا نخورد، بین خوردن و مردن یکی رو باید انتخاب بکنه، یا خوردن رو انتخاب بکن. اما اگر که این کار رو با علاقه انجام میدی، میگه به بچه فرصتی شدان واقعا، مثلا شما توی یک جزیره هستید، یه کسی با شما همراه بودی، یک جعبه شراب خوب کهنه حسابی از خوباش، اونجا با خودش میارده، غرق شده تو آب مرده یا نمرده، اصلا تو جزیره مرده، نه کسی میاد نه کسی میره، چند روز هم شما اونجا بودید، بالاخره این دوست شما میمیره، الان شما میخواین بمیرید، هم تشنه هستید هم گرسنه هستید، الان به شما اجازه داده میشه که یک ذره از این گوشت مرده دوستتون قشنگ بردارید و بخورید، کم البته، اون جوجه کباب و اینها درست نکنید، با مهمان دعوت کنید، یک کمی بخورید که زنده بمانید. خب حالا تشنگی دارید میمیرید، آب تلخ دریا رو نه، از این شراب هم باز بکنید، یک بطری میل کنید که کمی آتشتون گرفته بشه. تا اینجاش میگه همش آزاده، هیچ ایرادی نداره. اما اگر نیت شما این بود، توجه بکنید موضوع تربیت عاطفی و تربیت روانی انسان، اگه شما وقتی گوشت این دوستتون رو میکندید و میجویدید و میخوردید، حالا بعضی هم گوشت خام دوست ندارن، من این نداره، یک کمی هم بپزه و بخورید، اما اگر کسی شروع کرد به گوشت دوستش رو خوردن، بعد گفت به 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 چقدر خوشمزه است، الحمدلله که مردی که من گوشت تو رو مصرف بکنم. در این حالت قرآن میگه که این حالت باق پیدا میکنه، حالتی است که آرزو میکرده که بینت برسه، یک مقداری شرعیات جلوشو میگرفته، الان شروع کرده، تمامی هم نداره، تمام گوشت این بنده خدا رو خورد. اون میگه نه، اون اضطرار نیست، اون شرارته و میبره شما رو در جایی که میگه که این هم رجزه و هم فسقه، هم فاسقی و هم متعفن،
که این کار انجام داده. اون با نیته، مکانیسمش که همون خب گوشت رو برمیداری میجوه میخور و بعد میره سراغ نوشیدنی. حالا تشنش که بوده، حالا این گوشت هم خورده و دیگه الان خیلی تشنه شده، یکی از این شراب ها رو باز میکنه، شراب خیلی خوب شروع میکنه قرد قرد خوردن. تون میخوره میگه عجب چیز خوبی هم خوب، هر روز ما تو جزیره گرفتار بشیم یه صندوق از این شراب ها بدن ما بخوریم حالمون بهتر بشه. به محض اینکه این احساس در تو به وجود اومد، صحبت احساسه، تمام فعلی که انجام دادی تبدیل به شرارت و محاربه با خدا میشه. یعنی من یک آدم متقلبی هستم که دوست دارم تخلف کنم، دنبال بهانه و عذر و بهانه میگردم. اون رو که کنار بذاریم، چیزهایی که حرام هست، یکی لاشه هست، خون هست، گوشت خوک هست، همین ستا رو فعلا اینجا نوشته و البته غذایی که جای دیگه نوشته در قرآن، غذایی که مضره، غذای خبیث میشه، کلش در قرآن 4 تا 5 که اون خوردنی نیست. البته اون بستگی به عمل شخص داره، اگر ذبح که میکنه به نام خدا نباشه، یعنی برای خدا نباشه، یا برای خدا یا برای اطاعت از خدا یا برای راه خدا. همه این ذبحی که ما میکنیم برای مصرف خوراکمون، این در راه خدا، چون آدما در راه خدا سیر میشن، ثواب داره. به خدا که کسی چیزی نمیتونه بده، که گاو رو ببره از اینجا به خدا چجوری گاو بدیم ما؟ اینم شد 5. اگر که برای مصرف خود نباشه و به لجبازی نام غیر خدا برده شده باشه و وقف غیر خدا شده باشه. چیز دیگری در موضوع حرام در اینجا ننوشته. اگر هم گناهی کسی انجام بده و از این حرام ها مصرف بکنه، نه شیطان میشه، یعنی آدمی که گوشت مرده میخوره، آدمی که خوک میخوره، آدمی که خون از بدن کسی بیرون اومده از حیوان میخوره، هیچ کدوم اینا ننوشته شیطان میشن. اما کسانی که قانون حلال و حرام درست میکنن، اونا رو گفته شیطان میشن، عین خود شیطان میشن اونها. در این مورد نوشته اتفاقا خدا غفور رحیمه. حالا یه اشتباهی کرد، یه شرابی هم خورده، حالا اشتباه کرد مثلا از این گوشت مرده بنا بود نصف 10 گرم بخوره، 20 گرم خورده، حالا چیش چیزی نشده. حالا یا حالا وقتی که گوشت مرده رو خورده گفته به به چقدر خوشمزه است، یا شراب رو خورده گفته که کاش یه هر روز مثلا این خانم میافتاد تو آب میمرد ما شراب میخورد. میگه نباید این کارو بکنید، اینا جزء کارهای درست نیست و اینها. ولی هیچ کدام این افراد رو ننوشته که اینها خطوات شیطان رو دنبال میکنه. اصلا هزاران سال نوری با شیطان فاصله داره. تخلف از قانون تا وضع قانون دروغ، اینجا توجه بکنید استانداردهای قرآن رو. این استانداردی که پایین آیه می نویسه، تایپ آیه می نویسه، غفور رحیم، این آیهش با غفور رحیم کار داره. یعنی استاندارد این آیه این است که خدا به هر حال به عنوان یک غفران کننده و به عنوان مظهر رحمت و حیات و رحیمیت و دلسوزی و محبت و رحم و انصاف به تو مخالف کار نگاه میکنه. اصلا هیچ ناراحتی نداره، حواسه نکن این کار رو. البته اصلا میگه کاری هم نیست من بکنم اینا، من رحیمم، من بعدم میبخشم اصلا این کار رو کرده. ولی اگر شما قانون وضع کنید، میگوید اگر کسی قانون وضع کنه، این پا جای پای شیطان گذاشته، شما جای پای شیطان پا نگذاره، یعنی این گذاشته. این چه کرده؟ میگه هیچ کس از این ظالمتر نیست، کسی که به نام من قانون می‌سازه. فمن اظلم ممن نفترا، چه کسی است که ظالمترین باشد از کسی که به من افترا می‌زند. نمی‌دونم، من اگر فکر می‌کنم یه کسی، قبلاً هم گفتم یه ذره، یک کمی، یک اپسیلون ایمان داشته باشه، از خوندن این تمام 4 ستون بدنش باید به وحشت و لرزه داره. ولی ما میخندیم، میخونیم و میخندیم.
میگوید ظالمترین کسها کسانی هستند که به نام من قانون وضع میکنند و من قانون وضع نکردم، میگن خدا وضع کرده و به من دروغ میبندند و چنین میکنند برای گمراه کردن مردم. یعنی مردم دارن به طرف خدام یا خداپرستی میان، این قانون رو میگذاره، میگه این خدا گذارنده، بیان به طرف این قانون. یعنی چی؟ یعنی به طرف خدا نرید، به طرف این بیقانونی و به طرف این دروغ و به طرف این ظلم بیایید. یعنی باعث می شود که مردم مورد ظلم قرار بگیرند و او ظالم می شود. استانداردی که در اینجا به کار برده الله لا یهدی القوم ظالمی، خداوند قوم ظالمین رو هدایت نمی کنه. استانداردی از این بدتر و شدیدتر و وحشتناکتر. اما بلا فاصله میبینیم که در آیه 445 راجع به خوردن خوک و خوردن خون و خوردن چیزهای حرام و اینها صحبت میکنه و بعد میگوید که اگرم یک کسی دیگه مجبور بود که این کارو بکنه بکنه، خیالش هم راحت باشه، برای چی؟ خدا غفور و رحیمه. ولی در اون مورد نگفته خب کسی میخواد قانونم وضع کنه، حالا قانون وضع کنه چه اشکالی داره، خدا غفور و رحیمه. یه نه، چنین چیزی نیست و خدا اونطور نیست. اتاق فرمان دقایق به ما تنفس بدهید، ما باز میگردیم با بینندگان خواهیم بود.